سلام، خیلی خوش اومدید. اگه دوست دارید بدونید که طراحی باید از کجا شروع کنید و چطوری شروع کنید و قبل از اینکه طراحی رو شروع کنید چطوری دستاتون رو گرم کنید، با من همراه باشید. تو گام اول برای طراحی کردن باید از دفتر طراحی استفاده کنیم، یا میتونیم از تخته A4 یا A3 استفاده کنیم و کاغذ طراحیمون رو روی اون قرار بدیم. مداد هایی که برای طراحی استفاده می کنیم چند نوع هستند، ولی مرسوم ترین مدادها مدادهای سری B هستند که به ترتیب شماره ضخامتشون تغییر میکنه و در نتیجه رنگشون تیره تر میشه، که من الان اینجا مداد B3، B6 و B8 رو دارم. و مداد بعدی مداد کنته هستش که مال برند کنته هست، ولی این مداد برای سیاه قلم استفاده میشه و برای گرم کردن دست و شروع طراحی ازش استفاده نمی کنیم. برای شروع بهتره که مدادتون یه مداد نرم و روون باشه، مثل بیسه که خیلی هم پر رنگ نباشه. دو نوع مداد گرفتن داریم توی طراحی. نوع اول اینه که جوری بگیریم که موقع نوشتن میگیریم و خطها رو ایجاد میکنیم. نوع دوم اینه که به این حالت بگیریم، یعنی ببینید این انگشتار رو باز میکنیم، مداد رو میذاریم و این حالت یه مقدار سختره برای افرادی که مبتدی هستن، ولی باعث میشه که خیلی دقیقتر و روونتر خطوط کلی رو انجام بدین و طراحی کنین و برای طراحی خطوط جزئی تر از این مدل مداد گرفتن استفاده میکنیم و جزئیات رو انجام میدیم. حالا برای اینکه شما مبتدی هستید و میخواد یاد بگیرید که چطوری دستتون رو گرم کنید و چطوری طراحیتون رو شروع کنید، بهتره که از این روش استفاده کنید و اینو تمرین کنید تا بهتر یاد بگیرید. در ابتدای کار فقط روی صفمون خطوط صاف میکشیم، یاد میگیریم که چطوری خطوط عمودی با ضخامت‌های مختلف یا با طول مختلف به فاصله‌های معین بکشیم. این باعث میشه که دستمون گرم بشه و تو طراحی خطوط عمودی رو خیلی روون، دقیق و درست بکشیم. ببینید من چجوری خطا رو میکشم. خطم بریده بریده به هیچ عنوان نیست. یه خط یه دست از بالا تا پایین میکشم بدون اینکه مدادم رو از روی کاغذ بردارم. این خیلی مسئله مهمیه. ببینید حالا میتونم از پهنای نوک مداد استفاده کنم و خطوط پهن‌تری رو بذارم. ببینید این نوع طراحی مثل سیاه مشق تمرین خوشنویسی میمونه و بحث زیبایی اصلا مطرح نیست. ما میخوایم صفحمون رو پر خط کنیم تا دستمون گرم بشه. پس یه شیوه اولی که یاد میگیرید خطوط عمودی هستش. بعد از اینکه خطوط عمودی رو تمرین کردیم میریم سراغ خطوط افقی و تمرین میکنیم که دستمون از مچ حرکت نکنه، از بازو حرکت کنه و خطوط افقی دقیقی رو میکشیم. سعی میکنیم تا جایی که میشه فاصله هاشون یکسان باشه و مداد رو که وقتی میزنیم روی کاغذ بلندش نکنیم تا آخر، تا طول خطمون مشخص بشه. میتونید ضخامت های مختلف مداد رو استفاده کنیم و یه جاهایی فشار بیشتری وارد کنین، یه جای فشار کمتری وارد کنین و دستتون رو اینطوری گرم کنین. پس خطوط افقی شد روش دوم. روش سوم که میخوام بهتون یاد بدم استفاده از خطوط مورب هست. ببینید اصلا مهم نیست که من خطوط رو به چه سمتی دارم میکشم، فقط مهم اینه که مثل خطکش خطکشی شده و منظمه. این به خاطر تمرین زیاده. این تمرین به شما کمک میکنه تا خطتون رو نظم بدید و خطوط قوی توی طراحی ایجاد کنید، همزمان که داره دست شما رو برای طراحی مدل اصلی آماده میکنه. حالا این میتونه زاویهش تغییر بکنه. خب حالا میخوام چیکار کنم؟ با استفاده از خطوط منحنی دستامو گرم کنم. این خطوط تو مرحله بعدی به شما کمک میکنه که بتونید اجسام رو خیلی راحت طراحی کنید. برای اینکه طراحی وقتی در ابتدا شروع میشه و شما مبتدی هستید، برای اول کار باید طراحی از اجسام رو یاد بگیرید. برای کشیدن شکل‌های مختلف کوزه و ظرف و جنسیت‌های مختلف
این فرم خیلی به شما کمک میکنه. ببینید، به هیچ عنوان دستم رو بر نمیدارم از روی کاغذ و تا جایی که نوک مدادم اجازه میده این کار رو ادامه میدم. خب امیدوارم که تا اینجا حسابی دستتون رو گرم کرده باشید. روش بعدی که میخوام بهتون یاد بدم اینه که همزمان که دارید تکنیک گرم کردن دست رو انجام میدید، شکل مورد نظرتون رو هم طراحی کنید. ببینید، اول با بیزی شروع میکنم و بعد این بیزی رو با یه بیزی عمودی مرتبطش میکنم و حالا همچنان که دارم این بیزی ها رو میکشم، فرم شکلمم داره مشخص میشه و خطوط بغل، ببینید، تا جایی که میشه میخوام که مداد رو از روی کاغذ بر ندارم. خب ببینید، به همین سادگی. حالا میتونم یه شکل دیگه کنارش بکشم، حتی میتونید این شکل رو توی هم دیگه بکشید، به خاطر اینکه الان اینجا جلسه تمرینی هستش و اصلا مهم نیست که اینها هم دیگه رو قطع بکنن یا توی هم دیگه بیان. شکل بعدی یک ظرف هستش. ببینید، همچنان که دارم با خطوط بیزی جلو میرم و خطوط منحنی جلو میرم، ظرف رو هم میکشم. حالا میتونید در حین اینکه تمرین خطوط عمودی رو میکنید، شکل‌های استوانه‌ای و شکل‌های مکعبی رو هم طراحی کنید. خب ببینید، اینجا همزمان که دارم خطای مورب رو طراحی میکنم، تمرینش میکنم، میام یک فرم استوانه‌ای هم میکشم. ببینید، خیلی راحت و این مدل خط گذاری خیلی بهتون کمک میکنه که دستتون رو گرم کنید و طراحی قوی داشته باشید. در واقع این آموزش آموزشی هستش که از 0 تا 100 گرم کردن دست رو توش شامل میشه. و دوباره فرم بعدی، نمیتونم اینجا بهش فرم استوانه ای بدم و باهاش شکل های اصلی رو تمرین کنم و همچنین میتونید باهاش کره رو تمرین کنید. یا بیزی فرم تخم مرغی. ببینید، با یک آموزش خیلی سریع و خیلی کوتاه شیوه های مختلف گرم کردن دست توی طراحی رو یاد دادم. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید، حتما تمرین کنید. اگر آموزشی رو دوست داشتید که براتون بذارم، حتما توی قسمت کامنت به هم بگید. تا یه جلسه دیگه و یه آموزش دیگه، خدا نگهدار.